میخوره، لیس میزنه، چشماشو میبنده و آه و ناله میکشه، خیلی خشن میذاره توی اون دهنش. خیلی خوشمزه. مهدیس بیگ اس. بیگ مسعود چه تیپی زدی؟ خیلی ممنونم. هموجانی تیپ زدیم با هم. توسی. میخوایم بریم دلیل معروف شدن این دنبه رو با هم ببینیم. هموجانی قشنگ زوم کن بهش، چون مطمئنم خوشت میاد از این گنده هاست. هر جور بخواید من هستم. دوستای عزیزم سلام، شاندیز پارک. چیه دیگه که؟ ماهیچه بوغلمون فقط 35 دلار. ماهیچه بوغلمونه. بیشتر شبیه دیک میمونه. آره دیک عموجانی رو همونجوری میخوری؟ دقیقا اینجور صحنه ها رو من تو فیلم های برادرسی عموجانی خیلی زیاد دیدم. داره ماهیچه رو اندازه میگیره، کم مونده اونجا بگه I love big dick. واو نگاه چه تون چپون دو دهنش. پیتزا رو هم تا آخر نمیخوره، همونجا مثل گاو پرت میکنه یه کنار. نگاه قشنگ میبینید چه تون میذاره تو دهنش، حرفه‌ایه. خیلی خوشگله. این چه کاریه؟ مردم الان تنها دلخوشیشون فقط یه گوشیه، به زور میتونن شکمشون سیر کنن. بعد این گنده بگه بیگ اس میاد تبلیغ غذا میکنه. بعد میگه مسعود میگم دهنتون پاره میکنین، صبر کن. دقیقاً مسعود استیاشو طبیعی، قیمتاش هم خیلی مناسبه. بذار ببینم این توش چی داره. آب عموجانیه، بلوبری، موز، کره، بادام زمینی، دانه چیا. همشون از مواد عالیه. خب معلومه که عالیه. میوه‌های تازه تهیه میشه. الان رو صورتش هم میریزه فکر کنم. داخلش موز، سیب و پودر اسپیرولینا که اینو جلبکه داره که فکر کنم خیلی. بله خب آب چیز همه چی توش داره دیگه. موز هم شبیه بوفالو میمونه. خب آدم جیگرش جیگر عموجانی هم با تو حال میاد. کاکائو، خرما، گردو، کره، بادام زمینی، آب میوه طبیعی هم داره. یه جوری تعجب میکنه انگار یه دیک سیاه 30 سانتی دیده. این آدم کوف کن دیگه، همچین آه و ناله میکشه، میزنه تو سر خودش، انگار از 10 جا دارن روش کار میکنن. اینا که اینو جلبکه کاک ترش؟ آه کباب ترش. ببخشید تو هم خوشمزه ای. تو هم نرم و لذیذی. رستوران باران، پونک، خیابون میرزا بابایی. تو هم فوق‌العاده. آره ببخشید این شیرکاکاوه رو دارم تکون میدم قشنگ مخلوط شه. من نمیدونم آخه کی میاد تبلیغاشو میده دست این. باور کنیم ما با اینا نمیایم رستوران، بدتر اسم رستورانتون هم خراب میکنیم با تبلیغای اینا. اینجا نگاه کنین. از این تصویر مطمئنم خیلیاتون دیدین، به جای پیتزا یه دک جلو صورتشونه. بزن واسهتون دوبله کنم، اینجوری نمیشه. نگاه کن چقدر کلوفت بزرگه. I love big dick. میخوام تا ته بخورمش. اومد. آره اومدش. الان قورتش میدم. دقیقا این تو ذهنش داره همین حرفا رو مرور میکنه. بردار دیگه. همه رو دستمالی کرد. کسافت یه لقمه نون میخوای بخوری بخور دیگه، خفه بشو. والا بیت مسعود اصلا آداب غذا خوردن بلد نیست. صورتش مثل باسنش چاقه. خسته شدیم از دست شما. چجوری ازدواج کرده این؟ هر روز تو رستوران داره میلنبونه. همونجای نظر چیه؟ زنهای ایرانی پادشاه بودند، وزیر بودند. نه فکر کنم شوهرش گیه. دوتاشون میرن پیش صاحب رستوران، به صاحب رستوران میدن، بعد میگن که به جاش مثلا بهمون غذای مجانی بده. واسهتون تبلیغ میکنیم. کش مگه آب معنیه که کش بیاد؟ گیه خیلی کش دوست داره ها. ببخشید کافی شاپ و غذا و غذا و همه چی مثل گاو میخوره. اصلا به فکر کسایی که مثلا دارن میبیننش نیست. نگاه کنین اینجا هم دوباره چشاش گرد شد. وقتی یه چیز کلفت و گنده میبینه خوشش میاد. صورتش نگاه دارن به باسن نگاه میکنن. شبیه باسن شده صورتش. او داره بله درست میکنه. این چه جور لغمه یه؟ دو تا کبابو گذاشت رو یه نون. صورتش دقیقا شبیه باسنه. این داره گناه میکنه، این داره زجر میده یکی دیگه. مسعود خب دوتایی دوست داره دیگه. بخورش به چهره رو نگاه. دوباره از اون تعجب هاستا. اسکندر کباب. تموم گیه شوهرش. اگه مرد بود محکم کباب از دست بوفالو میگرفت مینداخت بالا. نگاه چه گاز گیه‌ای زد. مردی میره زن میگیره که مرد باشه. مرد باید یه جور گاز بزنه که دست دختره از جا کنده شه، دست دختره زخم شه. اینجوری مسعود چه قشنگ نگاه میکنی. تو همه رستوران هم میگن خدایش عجب کبابیه، خدایش عجب پیتزاییه. خب همه کباب و پیتزا بیشترش یه طعمو میده دیگه. این چه گی بازیه آخه انجام میدین شما؟ عربی هم که دارم، بعد از لحاظ کیفیت هم بیا دوباره گاز گی زد. روزانه انجام میشه، هر شب موسیقی زنده هم با کلی برنامه شاد. نگاه قاشق نیستش اونجا. کلا این بوفالو با قاشق و چنگال مشکل داره. فکر کنم قاشق و چنگالا رو به عنوان دیلدو ازشون استفاده میکنه. یعنی حیف اون اسپرمی که واقعا این چجوری تو چندین میلیون اسپرم برنده شده. اون اسپرمای دیگه اگه برنده میشدن شاید مثلا دانشمند میشدن یا یه آدم نخبه میشدن. این جای اونا رو گرفته. او مای گاد دوباره از اون نگاه ها. هرچی بزرگ و کلوف میبینه چشش گرد میشه. غذاهای خونگی خوشمزه. چقدر این حرومزاده من میخورن بی پدر و مادرها. همونجانی من مطمئنم فیلماتو دنبال میکنه. همه حرکاتشو از فیلمات دیده. از برگرها که روش پنیرش قشنگ سرخ شده. یکی همونجانی هم روش سرخه. همچین یه دست میندازه بالا انگار مثلا یکی اون بغل وایساده میگه اگه نخوریش باید اینو بخوریش. هر کدومشون هر بار میرن مسترا 4 بار باید بیان 4 رو خالی کنن بی پدر و مادرای حرامزاده. درسته هموجانی اصلا دیگه این نمیتونه راه بره. اینم فکر کنم یه سوزن بخوره تو شکمش گوه کل جهانو فرا میگیره. نگاه همچین لقمه رو گرفته بریزه تو شکم اینجوری گرفته همچین ببره بالا. اینگاه دارن به بوفالو تیتاب میدن. مردم نون گیرشون نمیاد بخورن. این مثل شطور میرزه تو شکمش. ما نمیدونیم از دست اینا چی بخوریم. ما با اینا این مسئله اینه که اینا با مردم ایران نیستن. اصلا مسعود گوش کن اصلا ایران دیگه الان فرق داره با جاهای دیگه. اجازه بده ما هر کی چه صبر کنیم همه صحبت کنیم. خفه قوم بلش برای گم شو. بی خود فشان نیار، معتادت پاره میشه. مردم الان تو ایران دیگه نه نون دارن، نه آب دارن، نه برق دارن. ایران قشنگ داره مثل این فیلم زامبیا میشه. میبوسمتون. بعد این خیلی راحت بیخیال مثل شتر میخوره، نمیگه شاید خیلی نداشته باشن، شاید یه بچه یه چیزی مثلا ببینه دلش بخواد. این کل چیز میز الان بسته به بدنش که چربیاش نریزه بیرون ها. لغشه مطمئنم 500 کیلو چربی از هر طرف بدنش میزنه بیرون، ولی بازم عموجانی دلش میخواد. هر جا در بری من خودم شخصا میام دنبالش. ولی گیی خیلی مظلوم بوده ها. دلم واسش سوخت. دیگه که اونجا هی دنبال یکی میگشت که ترتیبشو بده. دوستان به پایان برنامه رسیم، لطفاً لایک کنیم، کانال یوتیوب کیودی پای رو هم دنبال کنید، سابسکرایب کنید و مشترک کانال یوتیوبمون بشین. امیدوارم که از این ویدیو، از این بوفالو خوشتون اومده باشه رفقا و پیس. آب عموجانیه؟